تشکیل 59 وقتی که خمینی مجاهدین رو بدتر از کافر اعلام کرد، ما ستادهام رو تعطیل کردیم و دور زدیم چون نمیخواستیم درگیری پیش بیاد. اما یک سال بعد در 3 خرداد سال 60 باید تصمیم نهایی رو میگرفتیم. زمان تصمیم گیری قطعی فرا رسیده بود. در برابر ارتجاع مهیب قهاری که میرفت خودش رو یک پارچه و یک پایه و به صورت مطلقه مستقر بکنه، چون دیگه جایی هیچ مانور و تحرک سیاسی باقی نمونده بود. یا باید تسلیم میشدیم و به حیات خفیف و خائنانه رضا میدادیم و فی المثل مثل حزب توده در کودتای 28 مرداد به مسئولیتمون پشت میکردیم و در تاریخ ایران نفرین میشدیم، و یا میباید با سنگین ترین بهای ممکن با الهام از سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام به طرز عاشورآگونه از شرف خودمون و خلق در زنجیرمون نگهبانی میکردیم. و این نسل این راه رو برگزید و از اون پس 3 خرداد با همه درخشش و سرخامیش حد فاصلی شد سرخگون و شاخصی. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. بشارت در اونهایی که در این سالیان رنج مقاومت رو تحمل کردند و فدیه هاش رو دادند و از همه چیز خودشون گذشتند. در سحرگاه خونینه 19 آذر 1333، لحظاتی قبل از اعدام، آموزگار وفا و پایداری دکتر حسین فاطمی، سردار بزرگ نهضت ملی ایران، خطاب به فرماندار نظامی و دادستان نظامی گفت که یقین کنید که سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه را ادامه خواهند داد و خوشا که تاریخ ایران زمین این چنین به عهد سردارانش از ستار و باقر تا کوچکان و پسیان و مدرس و مصدق و فاطمی ها وفا کرد و با عبور از حنیف نجات ها، جزنی ها و پاک نجات ها برای رویارویی با مهیب ترین نیروی ارتجاعی دوران آماده شد. مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد میزد و میخروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوهی مخالفت میکنم، از همه چیز میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. ما در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم. چهل و هندی سال از اون روز که مصدق این کلمات رو گفت میگذره و رو به قرن 25 سال از اون روز که در بیدادگاه های نظامی شاه هویت سیاسی خودمون رو معرفی کردیم و حالا جای اون داره که با استناد به کهکشان بیکران 100,000 جاودان فروغ آزادی به مصدق که چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی بود، مقاومت برای آزادی و استقلال ملی، چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی در میان فرزندانش بود،
بگوییم. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان شب شدم. و نگاه کن ما به کجا رسیدیم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. 15 ماه بعد از 30 خرداد، حاکم شهر خمینی در مهر 61 بعد از هزارها اعدام میگفت اونا هنوز تو زندان بلا تکلیفن، یه مشک اعدامشون نکردیم، چون خیلی ها هنوز خودشون رو معرفی نکردن، اسمشون رو نگفتند. چه بسا اینهایی که از گفتن نام خود ابا داشتند، معلوم می شود که افراد سرسختی بودند. قال الحواریون نحن انصار الله. و خوشا نسل سرفراز رهایی. به گفته کریمپور شیرازی، روزنامه‌نگار آزاد و شهید و سرفراز نهضت ملی، ای به خون خفته شهیدان به شما باد سلام، ای کفن پوش عزیزان به شما باد سلام.